آبرو و حیثیت را فقط میتوان در اعماق جامعه ایران و در میان کثیر العده ترین گروه های رنجیده و ستم کشیده و بینان و نوا یافت. شما این حرف ها را نمیفهمید چون لیاقت و استعداد فهمیدنش رو ندارید. سوست عناصری هستید که فقط ظاهر آراسته دارید، اما 40 میلیون هموطن زیر خط فقر من باطنشان آراسته و پاک است. آنها اسیرند، گرفتارند در چنگال بیرحم ارتجاع فاشیستی و آخوندهای دزد و غارتگر، و ما تنها فرستنده ای هستیم که به انعکاس فریادهای حق طلبانه و به بیان رسای ظلم و ستم تحمیلی به اونها برخواسته ایم. ای ناکسان، شما چه کمکی در این راه تا به حال کرده ای؟ هیچ. و بازم هیچ. برای همین است که میگوییم شیخ و شاه یاران قدیمی و همراهند. اما ملت ایران به یقین به حاکمیت جبر و جهل و حکومت ولی فاسد مطلقه وقیح و همدستانش خاتمه خواهد داد. تناقضات و تضادهای درونی رژیم روبه فنا تا مغز و استخوانشان رسیده است. شما خودتان میبینید کسانی که خود زمانی شکنجهگر بودند و اعتراف میگرفتند حالا شکنجه میشوند و اعتراف میکنند. نگاه کنید به دادگاه های قلابی این اوباش که هم متهمان و هم قاضیان و ضابطان همه در زمره نابکاران روزگارند. مگر سعید حجاریان خود از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از سربازجویان و شکنجه کنندگان آن وزارتخانه جانی و مخوف نبوده است؟ دیگران هم همگی دستشان به خون بیگناهان آغشته بود و الا به مقامات و مناصب نمی رسیدن. در واقع گرگ ها به جان هم افتادند. در چنین شرایطی اکثریت خاموش در بهترین وضعیت زمانی و تاریخی قرار دارد که به موقع تکلیف نهایی را روشن کند. ما باید این حقیقت تلخ را به آگاهی وسیع ترین طبقات اجتماعی ایران برسانیم که تمامی درآمدهای ملی ایران از کلیه منابع از طرف آخوندها غارت می شود و سهمی از آن به آدم کشان و فراشان و شکنجگران و محتسبان دستگاه آخوندی و مزدوران وارداتی از فلسطین، لبنان و عراق می رسد و بخش بسیار مهمی به جیب حزب الله لبنان و هم حاکمان نوار غزه می رسد که به هیچ وجه با منافع و مصالح ملی ما سازگاری ندارد، البته به شرطی که اسرائیل به سیاست خصمانه خود علیه ایران و تمامیت ارضی ایران خاتمه دهد. اگر 40 میلیون نفر از هموطنان عزیز ما زیر خط فقر زندگی می کنند به همین دلایل آشکار است. ولی فاسد مطلقه وقیح، کل دیگه مرزهای خجالت و شرم و حتی تمامی مرزهای همان قانون اساسی ارتجاعی خودشان را هم زیر پا گذاشته است و عملا و علنا مملکت را با حکومت نظامی فاشیستی و با دست عناصر اوباش و آدمکش اداره می کند. تاریخ به ما می آموزد که نیروهای مزدور آدمکش به انگام احساس خطر هرگز نسبت به اربابان خود وفادار نخواهند بود. بنابراین اگر رژیم دجالان میکوشد تا با نشان دادن قدرت نیروهای سرکوبگر مردم را بترساند و وحشت زده کند، باید بدانیم که این نیروها خودشان نیز در وحشت و در معرض آسیب هستند. نقشه شوم جانشین ساختن بخشی از حکومت آخوندی با بخش دیگر به نام جنبش سبز، با پیکار بی امان و افشاگری مداوم رادیو تلویزیون ملی رنگارنگ رونق خود را به کلی از دست داده است.
این فرستنده ثابت کرد که باید به حکومت سازی و دولت تراشی به دور از خواست و اراده ملت ایران پایان داده شود. چهره زشت و پلید و ماهیت پلشت موسوی ها و کروبی ها فقط و فقط به وسیله رادیو تلویزیون ملی رنگارنگ افشا و برملا گردید. مهر باطله را این فرستنده بر توطئه یران کوبید. اما همچنان هر از چند گاه باز هم توطئه یران این جمجمه خالی را که مدتها در انبار گمراهی و بیخبری ذخیره کرده بودند به شکل تازهی بزک می کنند و به بازار می آورند. اینها کسانی هستند که ملت ایران را یک محکوم ابدی تاریخ فرض کردند، اما همین ملت بود که این مصلوب لعنتی را به دور افکند. آخوندها در 31 سال حاکمیت جهنمی خود سم مهلکی را در همه چیز نفوذ دادند. ابوالهول بی وجدان غارت و بازار شرارت میداندار اجتماع شده و با بی‌پروایی تمام رنگ زشت و نفرت انگیز خود را بر روی همه چیز زده است. رمزهای سربسته قرون وسطایی و یا دوران جاهلیت به تسخیر عرصه تفکر و تلاش پرداخته است. اما ملت ایران با استعداد شگفت و هوش شگفت تاریخی خود به یقین با بغض تلخ و خشم پردامنه خود بساط و خیمه این ارتجاع و خیمه نشینان را خواهد سوزاند و رقم مغلطه بر هستی آنان خواهد کشید. من بر این اعتقادم که وجود ملت ایران معجزه است، به شرط آنکه به خدایت و شرایط جدید را به درستی دریابد و کاموس زندگی را به روشنبینی پرثمری مبدل کند. راز اینجاست. ملت ایران گشاینده این راز است. باورش میکنم، باورش کنید ملت ایران را. شنوندگان و بینندگان عزیز، از شکیبایی و تحمل شما بسیار سپاس گذارم. خداوند یار و نگهبان ایران و ایرانیان باد. خدا حافظ. خداوند یار و نگهدار شما هم باشه جناب آقای میران عزیز.